جاوا رو ادامهش رو جلسه پیش اومدیم تا به ورودی گرفتن ها و جهاد تفریق و ضرب و از این حرفا رو اومدیم انجام دادیم، بریم کم کم سراغ شرط ها و بعدش سراغ فور و وایل و فوریچ و متود ها و اینا رو بگیم که کم کم دیگه آماده بشیم برای ورود کردن به شرکت. فکر کنم دو یا سه جلسه دیگه، حالا اگر به صورت پیش گسترده بیایم بگیم تموم خواهد شد جاوا و میتونیم وارد کم کم سراغ شیرگرایش بشیم. حالا شیرگرایی رو هم سعی میکنیم به صورت خیلی کامل بیایم بررسی بکنیم و بعد بریم سراغ دستاپش، همینجوری میریم جلو دیگه تا اونجا که بشه و بعدش اس ای رو تمام کرده و طبیعتا من به سمت اندروید خواهم رفت. وبش رو نمیدونم به کی خواهد شد، شاید بعد از اینکه اندروید رو کامل اومدیم حالت مختلف شده بررسی کردیم اپلیکیشن نوشتیم حالا و بعدش انشاءالله شاید به سمت بروشم. خب بریم سراغ اگه تو باشه در واقع کلاسی داشتیم بنامه سکنر و ما اینجا اومدیم ازش متغیر ساختیم بنامه اینپوت و نیو کردیم مقدار سکنر رو و یادتون هم میشه سیستم دات این گذاشتیم. خب هم میخوام ورودی بگیرم، خب یه سوبیوتی مثلا پلیز اینتر مثلا فرست نیم، نه چی بگیریم، حالا میتونیم در واقع هم فرست نیم باشه بیاریم اینجا و فرست نیم رو ازش بگیریم و بیاریم اینجا. خب یه در واقع ما فرست نیم بگیریم اینجا از اون سترینگ باشه و اینجا اینپوت در واقع گزینه نیکست یادتون باشه. خب ما میتونیم بیاریم اینجا چاپش بکنیم دیگه، مثلا بیاریم بگیم ماینه میز مثلا فلان بیا چاپش بکنم از اون فرست نیم. خب این کنترل شیفت اف 10 رو بزنیم طبیعتا میاد اجرا میکنم و دیگه تریس نمی کنم. حالا یه ذره جلوتر رفتیم تریس ها رو شروع میکنم، میخوام تو ایف رو انجام بده و اصلا میاد اینجا منتظره که من یه چیزی بنویسم تو رج میذارم برای من چاپ. خب اوکی بریم اومدیم کار رو انجام بدیم. حالا گذشته بود که انجام شد و اومدیم حالا به طور مثال گفتیم آقا میتونیم عدد بگیریم مثلا اگه تو باشه کامپیر رو انجام میدادیم مثلا بیاد اینجا بگیم مثلا اس او یو تی بیاد بگیم آقا مثلا پلیز اینتر مثلا اینتر اینتر مثلا نامبر ایکس. خب و اینت ایکس مساوی هستش با خب اینپوت مقدار نکست اینت درسته و اینجا بیاد مثلا اس او یو تی بکنم مثلا مقدار ایکس شیفت آلت اف 10 رو میذارم و مقدار رو میخوام چاپش بکنم که میتونیم اینجا مثلا به طور ناقص ساعت باشه و بزنیم ساعت رو چاپ بکنم. خب اوکی اینا به این شکل. حالا اگه بخوایم در واقع بیایم خروجی شرط بزنیم، اگه یادتونه مثلا من یادم اونجا میگفتم بولین باشه بیام اینجا کامپیر کنم مقایسه بکنم مثلا بیام اینجا برگردم بگم ریزالت و برگردم بگم که ایکس اگر بزرگتر مساوی 10 بود بیا خروجی شما برگرد من برمیگردم میگم اس او یو تی. خب این دیگه خروجی که خواهد داشت از نوع ترو یا فالس خواهد بود. قبلا هم انجام دادیم دیدید من مقدار ریزالت رو اینجا قرار میدم شیفت آلت اف 10 رو میزنم و منتظر میشم تا رام بگیره. فرض کنیم من این رو مقدار 20 میذارم، خب طبیعتا من ترو برگردونه. چرا؟ چون در واقع 20 بزرگتر از 10 و ترایس کردم قبلا اینا رو بلد. خب بریم شروع کنیم از شرط ها استفاده کردن. خب شرط ها چیه؟ شرط توی زبان برنامه‌نویسی از if و میاد داخل پرانتز کاندیشن ها یا کاندیتیون یا شرایط قرار میگیره. بریس باز بریس بسته من حالا به این شکل برش میدم و اینجا شما استیتمنتاتون یا دستوراتتون رو میتونید قرار بدید خب که بیاد قرار بگیره. خب این کاندیشن چیه؟ ببین همین کامپیر که اینجا ما قرار دادیم، حالا مثل بزرگتر مثل کوچکتر مثل بزرگتر مساوی مثل کوچکتر مساوی مثل دو تا مساوی در واقع مساوی نامساوی و مواردی که وجود داره میتونید ازش استفاده بکنید. به طور مثال من بیام اینجا برگردم بگم که ببین لطفا سنت رو هم بگو پلیز مثلا your age. خب میگم your age رو تو هم بده اینجا ایجش رو میده و دیگه اینجا من بولیه کار ندارم. میام میخوام شرط بزنم. شرط چیه؟ میام ببین بیا برو این مقدار رو بگیر اگر ببینید نها کنید توی برنامه‌نویسی اگر به مقداری خوردید که مقدار اگر توش باشه. به طور مثال من الان میگم int x input next need. خب x
واقع اینپوت نکستینت چیه؟ مثلا یه ورودیه که مقدار نکستینت ورودی هستش که از سمت کاربر در واقع داره به شما وارد میشه. مثلا فرض کن من رفتم توی یه دسکتاپی نوشتم، دارم بهش میگم که شما سنتو بده، برمیگرده سنش میگه مثلا 19 ساله. خب من میگم آقا این شرایط در واقع وارد شدن به دانشگاه رو داره، سنش اوکی، حالا من اگه قبول شده باشه، حالا اینه که میتونه توی ورودی های بعدی باشه. دارم میگم خب اوکی، میتونه در واقع وارد دانشگاه بشه، حالا یا وارد سربازی بشه، یا در واقع سرباز هستش، بالای 18 سال سرباز هستش. حالا پایین تر از 18 سال میگم برو مدرسه، تو سرباز نیستی فعلا، یا برو فعلا تا نوبتت بشه. خب این اگر رو چجوری ما میتونیم بنویسیم؟ میتونید بیاید اینجا بنویسید if، و خود if رو هم که مینویسید در واقع اینجا بزنید به این شکل میاد براتون قرار بده. این ایفه نه، این در میاد براتون یه دونه ساختاری رو درست میکنه، زیاد جالب نیست. حالا شما که فعلا دستتون راه نیفتاده، ایف رو میذارید پرانتز داره، دقیقا شاید به همون چیزی که من گذاشته بودم. ایف اینجا باید بیاد کاندیشنتون قرار بگیره، یا کاندیشنتون یا شرایطتون رو بریس باز و بسته. حالا بیاد اینجا دستورات قرار بگیره. خب من میام اینجا برمیگردم میگم بریس باز و بسته، و منتظر هستش که شما اینجا شرایط رو مشخص بکنم. میگم ایکس اگر بزرگتر مساویه 18 بودی، بیا سیاوت کن، بیا برگرد بهش بگو که go to military، خب برو تو سربازی. خب اگه هم نبودی که هیچی، حالا اگه نبودی که هیچ کاری فعلا نمیتونم بکنم، فعلا من دارم if رو تعریفش بکنم. خب shift alt f 10 رو میزنیم و منتظر میشیم تا ورودی رو بهش بده. به طور مثال من خب سنم رو میزنم، میزنم 32 و برمیگرد میگه go to military. خب من رفتم خدمتم، اوکی. حالا تو در واقع بیاین اینجا شرط مختلف رو بزنیم. پس با ایف دونستم این مشکل رو حلش بود. خب بریم مثال بعدی.